پنتاگون با پخش خبرنامه‌ای میگوید که ملا منصور جانشین ملا محمد عمر را در منطقه دالبندین در خاک پاکستان در نزدیک مرز با افغانستان به دستور باراک اوباما هنگامی که همراه با رانندهش در یک موتر بود هدف قرار دادند. روز گذشته ایالات متحده آمریکا ملا منصور رهبر طالبان را در یک حمله هوایی دقیق در بخش‌های دورافتاده مرزی افغانستان و پاکستان هدف قرار داد. منصور تهدیدی حتمی و دوامدار در برابر نظامیان آمریکایی در افغانستان، غیر نظامیان و نظامیان افغان و نیروهای ماموریت حمایت قاطع در سراسر افغانستان بود. ریاست جمهوری میگوید وی لجوجانه بر ادامه جنگ تاکید می‌ورزید و به درخواست دولت افغانستان برای ختم جنگ پاسخ رد داده بود. دولت جمهوری اسلامی افغانستان حمله به ملا اختر منصور را که توسط تیاره‌های بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا صورت گرفت تایید می‌کند. حکومت افغانستان در جریان حمله قرار گرفته بود. در حالی که آمریکا پیش از این گفته بود که طالبان دشمن آن کشور نیست، اما هدف قرار گرفتن ملا منصور پرسش هایی را مطرح کردند. در همین گذشته های نزدیک آمریکا به این یقین رسیده بود که القاعده مجددا به افغانستان برگشته و این که مرجع بیعت القاعده بود بالاخره این شخصا نقش داشت. مورد دومی است که آمریکایی‌ها در افغانستان اولویتشان مصالحه و مذاکره است و باور از اونها این بوده که این شخص ملا منصور عامل اصلی ایجاد مانع در عرصه مذاکره مستقیم طالبان با دولت افغانستان. ملا عبدالرؤوف یک فرمانده بلندپایه طالبان کشته شدن ملا منصور را تایید می‌کند، اما برخی از فرماندهان پیشین طالبان بعد دقیق بودن این خبر شک دارند. خپل د زین جنا زایسته چې اطلاع لرم فکر کوم چې د منصور صاحب خبره په واقعیت باندې بنا نه ده. در همین حال یک مقام بلندپایه افغان بدون گرفتن نامش میگوید که کابل 95% مطمئن است که ملا منصور کشته شده است. در همین حال پاکستان از ایالات متحده خواستار توضیحات درباره این حمله شده است و گفته است که اقدام نظامی راه حل به بحران افغانستان نیست. با مرگ احتمالی ملا منصور هم پیام به پاکستانی ها دادند که آمریکایی‌ها را خسته کرده بودند و هم به رهبری و جانشین‌های بعدی ازی که برای ما صلح مهم است و ما القاعده را تحمل نخواهیم کرد. ملا اختر منصور 56 ساله است. او در قندهار تولد شده اما در مدرسه حقانی پاکستان درس خوانده. ملا اختر منصور در زمان جهاد عضو حزب اسلامی محمد یونس خالص بوده، اما در زمان طالبا ای وزیر هوانوردی در امارت طالبا بود و پس از او ای عضو شورای کویته شد. پس از اینکه ملا برادر زندانی شد در پاکستان، ملا اختر منصور رهبری طالبا را در حقیقت داشت، ای فعالیت های سیاسی و نظامی طالبا را رهبری می کرد و ختمش بر اونا می ساخت. و پس از اینکه مرگ ملا محمد عمر افشا شد، ملا اختر منصور جانشین وی شد.